نفیسه، تو با مقامات آژانس پناهندگان سازمان ملل صحبت کردی، اونا چی میگن در مورد پرونده آقای مصطفی؟ درست فرناز، تقریبا یک ساعت پیش دوباره با متین چوروباتور سخنگوی کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا صحبت کردم و اون میگفتش که ما به سرعت داریم بررسی میکنیم، بعد از اینکه آقای مصطفی درخواست پناهندگی داده داریم این پرونده رو به سرعت بررسی میکنیم. پرونده آقای مصطفی در به صورت شخصیت های سرشناس و شناخته شده طبقه بندی شده و به خاطر ریسک بالا و خطر بالایی که ممکنه براش وجود داشته باشه این کار رو خارج از نوبت و با سرعت خیلی بیشتری به گفته آقای باتور دارن بررسی میکنن مسئولان سازمان ملل در آنکارا و همچنین مقامات وزارت خارجه این کشور. اونطور که آقای باتور میگفت دارن سعی میکنن که هر چه زودتر آقای مصطفی رو به کشور سومی منتقل بکنن، چرا که هم از نظر روابط ایران و ترکیه اهمیت داره و نمیخوان زیاد ضربه بخوره به روابط این دو کشور و هم از نظر اینکه وضعیت آقای مصطفی با توجه به رسانه‌ای شدن خود وضعیت این وکیل و همچنین مورد خانم آشتیانی در حقیقت به خاطر این دو موضوع آقای مصطفی رو در اولویت قرار داده در پرونده های سازمان ملل در آنکارا، برای همین میخوان هر چه زودتر به کشور سالس منتقلش بکنن. نفیسه، حالا تا ایشون به کشور سالس منتقل بشه اشاره کردی به اینکه ترکیه و ایران روابط بسیار نزدیکی دارن و به هر حال توافقنامه استرداد مجرمین رو هم امضا کردن، چقدر احتمال داره که ترکیه خطر بکنه و آقای مصطفی رو برگردونه به ایران؟ درسته این قرارداد بین ایران و ترکیه امضا شده، اما از طرف دیگه ترکیه با سازمان ملل و انجمنهای حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشر اروپا هم قرارداد داره و طبق قوانین بین المللی نمیتونه در صورتی که شخصی درخواست پناهندگی از این کشور از سازمان ملل در این کشور بکنه نمیتونه اون رو پس بفرسته. این چیزی بود که این پاسخی بود که آقای باتور هم داد و گفتش که حالا که دیگه آقای مصطفی درخواست پناهندگی کرده عملا این کیس از مورد از نظارت پلیس باید خارج بشه و کاملا در اختیار سازمان ملل قرار بگیره، در نتیجه امکان و احتمال برگشتنش خیلی ضعیفه. از طرف دیگه من با وزارت خارجه هم که صحبت کردم اونها گفتن از طرف ایران هم چنین درخواستی برای باز برگردوندن آقای مصطفی فعلا داده نشده و ما در حال تلاش هستیم که هر چه زودتر آقای مصطفی بره. این رو هم اضافه بکنم آقای مصطفی در حال حاضر در مسافرخونه وابسته به پلیس ترکیه هستش، اما از بازداشت به گفته آقای باتور خارج شده فقط به خاطر موضوع حساسی که وجود داره، هنوز تحت نظارت سازمان ملل در همون جا. ببینیم که چه اتفاقی افتاده دقیق. طبق آخرین تماسی که آقای مصطفی با من از بازداشتگاه کنکاپی در شهر استانبول داشتن، در واقع اعلام کردن که 5 روزه که در بازداشت پلیس ترکیه به سر میبرن، همچنان در بازداشتگاه هستن و برخلاف اخباری که در واقع به رسانه ها اعلام میشه ایشون به حالت بلا تکلیف در اون بازداشتگاه موندن. آخرین تماسی که شما باشون داشتین دقیقاً کی بود؟ دقیقاً حدود 2 ساعت و نیم پیش ایشون تماس گرفتن و گفتن که امروز هم مثل دیروز مورد بازجویی پلیس قرار گرفتن، همینطور خیلی خیلی شکایت داشتن از وضعیت بلا تکلیفشون و اینکه علارغم تلاش اتحادیه اروپا بسیاری از کشورهای اروپایی به خصوص کشور نروژ که اعلام کرده که حاضره که شهروندیشو به آقای مصطفی بده، متاسفانه مقامات ترکیه اجازه نمیدن که ایشون خاک ترکیه رو ترک کنه، از بازداشت بیاد بیرون و به کشور ثالث امنی بره.